سلام، اگه تو روزهای گذشته درآمد ماه قبل یوتیوبتون رو چک کرده باشید احتمالا متوجه شدید که یه مبلغی از درآمد شما کسر شده. البته این اتفاق همیشه میافتاد و یه مبلغی از شما کسر میشد، منتها توی ماهای گذشته به نظر میاد که این مبلغ یه خورده بیشتر از همیشه کسر شده، که امروز میخوام در مورد همین قضیه براتون توضیح بدم. من امیر عباس هستم و اینجا کانال اسکیل ویده. من آموزش‌های برای فعالیت روی یوتیوب و موفقیت روی این پلتفرم اینجا منتشر میکنم و همینطور آموزشی یه سری نرم‌افزار که توی این مسیر شما بهش احتیاج دارید. خب حالا بریم سراغ بحثمون و اینکه این کاهش درآمده چرا اتفاق میفته. البته بخشش طبیعی هستش که الان براتون توضیح میدم که چرا این اتفاق میفته، منتها الان به نظر میاد که یه خورده این درآمده بیشتر کسر میشه، که به نظر من دو تا دلیل داره که اون دو تا دلیل رو کامل براتون توضیح میدم. خب اول بریم ببینیم که یوتیوب چجوری درآمد رو محاسبه میکنه. هر روزی که میگذره یوتیوب درآمد شما رو توی پنلتون به شما نمایش میده. مثلا به شما میگه روزی $30، $40، $50 درآمد دارید. این درآمدی که اونجا درج میشه یه درآمد تقریبی هستش و درآمد نهایی شما نیستش. یوتیوب صبر میکنه، ماه تموم میشه، بعد از اینکه ماه تموم شد توی ماه بعدی میلادی بین پنجم تا دهم معمولا تو اون بازه زمانی میاد یه حساب کتاب کلی روی درآمد ماه قبلی شما میکنه و میاد حساب میکنه روز به روز که درآمد شما حالا نهاییش چقدر میشه. و اگر احساس کنه مثلا شما بازدید داشتید که طرف ویدیو رو باز کرده هنوز تبلیغ پخش نشده، بسته، قبلا بابت این به شما پول داده بود، این رو میاد کسر میکنه. اگر احساس کنه بازدیدی فیکه، درآمدش رو کسر میکنه. اگر شما چنل ممبرشیپ داشته باشید و افراد بیان جوین کانال شما بشن و یه چیزی ماهانه به شما بدن، اونها رو تو این بازه زمانی اضافه میکنه به درآمد کانال شما. منتها چون چنل ممبرشیپ حالا بین کانال‌های فارسی اونقدری محبوب نیستش و به خاطر اینکه احتیاج به کارت اعتباری از افراد خیلی خیلی کمی ازش استفاده میکنن، معمولا شما آخر ماه میبینید که درصدی از درآمدتون کم میشه و این اتفاق بین پنجم تا دهم همیشه میافتاد. فرض بگیرید که درآمد شما در طول ماه $1000 بود، آخر ماه $100-$150 تقریبا ازش کسر میکرد، که یه چیز طبیعی بود، یعنی همیشه ما این رو داشتیم. حالا اون دوتا دلیل دیگه چیه که گفتم براتون توضیح میدم؟ دلیل اولش برمیگرده به بحث بحران اقتصادی که الان تو دنیا داریم و رکود اقتصادی که اتفاق افتاده. یوتیوبر انگلیسی زبان هم در موردش صحبت کردن. همین الان هم شما توی یوتیوب سرچ بکنید Economic Recession یوتیوب، با این کلید واژه‌ها کلی ویدیو میتونید پیدا بکنید که افراد در مورد همین قضیه صحبت کردن. و چرا این اتفاق افتاده؟ زمانی که پاندمی کرونا شروع شد و مردم رفتن تو قرنطینه، همون موقع اقتصاددان‌ها و تحلیلگرای اقتصادی گفتن که این عوارضی که کرونا باعث میشه رو ما چند سال بعد میبینیم، بعد از اینکه حالا این قضیه خورده جمع و جور شه، اثرات تورمی خودش رو نشون میده. الان دو سال گذشته، خیلی خب واکسن زدن، مرگ و میر کرونا خیلی کم شده، همه برگشتن سر کارشون، منتها اون اثرات تورمی کم کم داره خودش رو نشون میده و متاسفانه بعد از اینکه کرونا یه خورده وضعیتش بهتر شد، همه واکسن زدن، یه جنگم تو اروپا اتفاق افتاد بین روسیه و اوکراین که هنوز در جریانه و همون هم باعث بحران انرژی توی اروپا شده، بحران اقتصادی رو تشدید کرده و بعد از سالها برای اولین بار قیمت یورو برای چند روز حتی از دلار هم کمتر شد، در صورتی که سال 2008 قیمت یورو فکر کنم 35% بالاتر از دلار بود. و الان وضعیت اقتصادی اروپا خیلی وضعیت خوبی نیست. حالا شاید بگید اینا چه ربطی به یوتیوب داره که داری الان توضیح میدی؟ خب روی یوتیوب کی تبلیغ میده؟ عموم کسانی که روی یوتیوب تبلیغ میکنن همین شرکت‌های اروپایی آمریکایی هستن که میان تبلیغاتشون اونجا قرار میدن و تبلیغات توی یوتیوب به شکل مزایده ای هست. موقعی که شما از سرویس ادسنس استفاده میکنید که تبلیغاتتون رو روی یوتیوب نمایش بدید، به عنوان مثال من الان این ماوس رو تولید کردم میخوام بفروشمش، میگم هر کسی روی تبلیغ ماوس من کلیک بکنه من 2 سنت میدم، یه شرکت دیگه ماوس تولید میکنه و میگه من 3 سنت میدم، یه شرکت دیگه میگه من 4 سنت میدم. هر کسی پول بیشتر بده اول تبلیغ اون روی کانال ها نمایش داده میشه و اگر جای خالی بمونه اونایی که کمتر پول دادن تبلیغشون نمایش داده میشه. در نتیجه رقابت باعث میشه که شرکت ها پول بیشتری به یوتیوب بدن که تبلیغشون نمایش داده بشه. سی پی ام کانال ها میره بالاتر. سی پی ام همون کاست پر میله، هزینه به ازای هر 1000 کلیک یا 1000 بازدید هستش که یوتیوب از تبلیغ دهنده دریافت میکنه، که 55% سهم شما به عنوان تولید کننده محتوا هست و بقیه‌اش هم برای یوتیوب. وقتی رقابت کمتر باشه شرکت ها هزینه کمتری برای تبلیغات میکنن، در نتیجه سی پی ام کانال ها افت میکنه. این رو یوتیوب داخل پنل هم قبلا به شما گزارش داده توی یکی دو ماه گذشته اگر چک میکردید. به نسبت موضوع شما امکان داره بین 10-30% این سی پی ام افت کرده باشه توی ماهای گذشته، مخصوصا از اول سال میلادی که
شروع شده هی وضعیت یه خورده بدتر شده. این اتفاق فقط برای شما نیفتاده، برای همه داره میفته تو همه جای دنیا. خب با اینکه ما کاری نمیتونیم بکنیم، اقتصادی که کل جهان رو درگیر کرده، امکان داره 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 1 سال نیم دیگه این وضعیت اوکی بشه، باز دوباره سی پی ام بره بالا، شرکت دوباره بتونن هزینه بیشتر برای تبلیغات بکنن و شما بتونید درآمد بهتری داشته باشی. میرسیم سر قسمت دومش که به نظر من داره کانال‌های فارسی رو درگیر می‌کنه. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدی به نظرت محتواش مفید بود، خواهشاً لایک بزن برای ویدیو، چون لایک زدن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن. در کنارش اگه تا الان تو کانال من سابسکرایب نکردی، میتونی این کار رو الان انجام بده که محتوای بعدی من رو از دست ندی. این اتفاق الان 2-3 ماهی هستش که من رو درگیر کرده. قضیه از این قراره که خب بازدید من یه بازدید مشخصه. من تقریبا تو هر ماه بین 320 تا 400 هزار تا بازدید دارم و معمولا هولوش 340 هزار تا بازدید ماهانه من وای میسته. خب همیشه من یه رقم مشخصی توی حداقل یک سال گذشته درآمد داشتم، منتها از اول سال میلادی کم کم این رقمه شروع کرد به افت کردن که خب حالا بخشش مربوط به همین بحران اقتصادی میشد، منتها من احساس میکنم یه مبلغ بیشتری داره اینجا کسر میشه. برای همین قضیه من تماس گرفتم با تیم پشتیبانی یوتیوب که چه اتفاقی داره برای کانال من میفته. من بازدیدم همون بازدیده، میدونم که بحران اقتصادی هم هست ولی انقدر دیگه نباید کم بشه، من احساس میکنم رقمی که داره کاهش پیدا میکنه رقم زیادیه. گفتن که ما بررسی میکنیم و بد اطلاع میدیم. بررسی کردم، فکر میکنید چه جوابی من دادن؟ گفتن که شما بازدیدهای فیک دارید، که من براشون توضیح دادم که اصلا محال من این کار رو بکنم، چون خودم دارم به بقیه آموزش یوتیوب میدم و هیچ وقت نمیرم بازدید فیک بخرم که بخوام درآمدمو بالاتر ببرم، چون از خطراتش مطلعم که حتی ممکنه واسه پاک شدن کانال شما بشه و خیلی احمقانه است که من بخوام این کار بکنم با اون کسی که خودش داره آموزش یوتیوب میده. من تا اونا گفتن نه ما بررسی کردیم و این قضیه به این شکل. من شروع کردم از دوستان یوتیوبر دیگه هم سوال کردم. تقریبا اکثر بچه‌ای که باشون تماس گرفتم همه گفتن که یه کاهش درآمدی داشتن. چند تا از کانال‌های دیگه‌ای که من باهاشون صحبت کردم، مال اونا هم مثل من رقمی که کم شد رقم زیادی بود. ازشون خواستم که اونا هم تماس بگیرن و دقیقاً جوابی که به من دادن به اون دوستان هم دادن، گفتن شما بازدید فیک دارید. و چند وقت پیش یکی از بچه‌ها تو قسمت کامنت‌ها برای من کامنت گذاشته بود که خب ایشون هم کانالش مانتایزه و ایشون هم دقیقاً همین اتفاق براش افتاده و تماس گرفته با تیم پشتیبانی و دقیقاً همین جوابش دادن که شما بازدید فیک دارید. یه خواهشم از شما دارم تو قسمت کامنت ها اگر این قضیه برای شما هم اتفاق افتاده بنویسید که یه آماری دستمون بیاد که این قضیه برای همه اتفاق افتاده یا فقط بخش از کانال‌ها رو درگیر کرده. این که کلی کانال یه دفعه با هم دیگه بازدید فیک داشته باشن خب منطقی نیستش. به نظر میاد مشکل همون چیزیه که سالهاست ما باهاش مواجهیم، اونم استفاده از وی پی ان ها، که خب کلی از کاربرای ایرانی از وی پی ان استفاده میکنه و این ایجاد حساسیت میکنه توی اون سیستم پردازش یوتیوب. البته بهتون بگم وی پی ان چیزی هستش که همه ازش استفاده میکنن، تقریبا 25% کاربرای وب در حال حاضر از وی پی ان استفاده میکنن، حتی تو کشور اروپا و آمریکا. در نتیجه همین الان یوتیوب 25% بازدیدی که روش ثبت میشه با وی پی ان. منتها بحث اینه که کانال های فارسی عموم بازدیدش از داخل ایرانه و اینجا تقریبا 80% بازدیدی که کانال ها میگیرن، حتی شاید بیشتر تا 90% بازدید از داخل ایران باشه و به خاطر فیلتر بودن، چون همه وی پی ان میزنن، 80-90% بازدیدی کانال از وی پی ان ثبت میشه و همین ممکنه باعث بروز این مشکل شده باشه و الان این اتفاق افتاده. حالا یه خواهش از شما دارم، اگه کانال شما هم مثل ما به همین مشکل دچار شده، ازتون میخوام با تیم پشتیبانی تماس بگیرید. از گوگل ترنسلیت میتونید استفاده بکنید برای ترجمه متن فارسی به انگلیسی اگه انگلیسیتون خیلی خوب نیست و این قضیه رو بپرسید. قطعا جوابی که به شما میدن مثل جواب منه و میگن که بازدید فیک خواهید داشت، ولی خب خوبیش اینه که اگه تعداد نفراتی که تماس میگیرن زیاد بشه، شاید این قضیه رو تیم پشتیبانی انتقال بده به تیم نرم افزار که آقا کلی آدم دارن میان میگن که درآمدمون کم شده و ما کانال همه رو بررسی میکنیم بازدیدهای فیک تشخیص داده میشه. منطقی نیستش که مثلا یه دفعه 1000 تا کانال همه توی بازه زمانی کم مثلا بازدیدهای فیک داشته باشن. خب این قضیه روی یوتیوب هست، یعنی چیزی نیستش که بخوام بگیم تا حالا از این اتفاق نیفتاده. یوتیوب از این اتفاقات زیاد داشته. شما رشد کانال‌های فارسی رو از سال 2020 به بعد با قبلش مقایسه بکنید. قبلش ما کانال داشتیم که ماهانه 2 میلیون بازدید می‌گرفت، کلاً 35000 تا سابسکرایبر داشت، ولی یک دفعه دیدیم از سال 2020 به بعد با تغییراتی که احتمالاً خود یوتیوب توی اون بک‌گراند انجام داده، یه دفعه کانال‌ها تعداد سابسکرایبرشون اوج گرفت. من خودم یادم تو ویدیو قبلی توضیح داده بودم که از هر 10 تا سابسکرایبر 8 تا 9 تاش برام میریزه، ولی الان دیگه اونجوری نیستش. یه موقع این اتفاق برای کامنت ها میافتاد، کامنت برای بچه ها درج میشد، برای من کامنت میذاشتن که آقا طرف میاد برای من کامنت میذاره، من روی کامنتش کلیک میکنم که برام بخونم، میبینم کامنت نیستش. یعنی قبل از اینکه طرف بتونه بره کامنت
بینندش رو ببینه میدید که یوتیوب به من اسپم شناسایی کرده و پاکش کرده. اینم امکان داره چند وقتی که حل شه، شاید هم هیچ وقت حل نشه، به همین شکل بمونه. کلا خواستم در جریانتون بذارم اگر یه همچین اتفاقی رو دیدید، اتفاقی که داره برای خیلیا به این شکل میفته. و امکان داره این چیزی که الان گفتم یه سری از بچه ها رو دلسرد کنه، آقا این چه وضعشه، یه روز میاد میگه که برای بازدید آمریکایی باید به ما مالیات بدید، یه روز به خاطر بحران اقتصادی درآمد کاهش پیدا میکنه، یه روز مثل الان به خاطر استفاده از وی پی ان امکان داره یه بخش از درآمد رو کسب کنه. ببینید شما موقعی که روی پلتفرم دیگه کار میکنید مثل یوتیوب، عملا مثل کارمند اون شرکت هستید، شرایط رو اون شرکت مشخص میکنه و از این بالا پایینه توی این پلتفرم ها همیشه هستش. من همیشه به بچه ها گفتم اگر توی اینستاگرام که حتی یه سنت هم به کسی پرداخت نمیکنه بابت فعالیت کردن، اون همه آدم دارن فعالیت میکنن از طریق اسپانسرشیپ و فروش محصول هزار تا چیز دیگه میتونن درآمد داشته باشن، توی یوتیوب هم همین قضیه میشه وجود داشته باشه، کمان که هنوز یوتیوب داره پول میده و پولش انقدر خوب هستش که ما هنوز روش داریم فعالیت میکنیم. در نهایت میخوام بهتون بگم از این اتفاقا معمولا روی این پلتفرما زیاد میفته و این جور چیزا نمواد شما رو به هم بریزه، حتی اگر باعث بشه بخش از درآمدتون رو از دست بدید. ان شاء الله حالا در آینده این قضیه هم درست بشه، حتی اگر درست نشه هزار تا راه دیگه هم وجود داره که آدم بتونه این کسری که اینجا از دست داده رو به شکل دیگه جبران بکنه، سبک محتوای بهتری تولید بکنه، تونه بازدیدش بالا ببره، یا در کنار فعالیتش مثل کاری که من دارم انجام میدم تو همین کانال با گرفتن اسپانسر بتونه بخشی از اون درآمدی که از دست رفته رو بتونه جبران بکنه. در آخر صحبتم یه پیشنهادم برای شما دارم، کانال تلگرام من هستش، اگه کانال رو فالو بکنید به معنی که دورهای تجاری من آماده بشه، من تخفیف خیلی خوبی توی کانال تلگرام میذارم که بچه‌ها بتونن دورهای تجاری با قیمت کمتری تهیه بکنن. همین ویدیویی که اینجا میذارم لینکش اونجا هم قرار میدم که دم دستتون باشه. ممنون از وقتی گذاشتید و ویدیو رو نگاه کردید، منتظر ویدیوی بعدی من باشید. فعلا خدا نگهدار.